بررسی ها نشان می دهد متون درسی مدارس ایالات متحده آمریکا حاوی برخی محتوا و تصاویر غیر اخلاقی و نامناسب است. بر همین اساس دو روحانی شیعه کمپینی را علیه حذف این محتوای غیر اخلاقی و نامناسب از برنامه های درسی مدارس در دیربورن ایالات متحده برپا کردند. همکارم فاطمه موسوی گزارش می دهد. بر اساس گزارش رسانه های آمریکایی، دو روحانی شیعه در شهر میشیگان ایالات متحده نقش اصلی را در سازماندهی اعتراض ها علیه گنجاندن محتوای غیر اخلاقی در برنامه های درسی مدارس برای دانش آموزان مدارس ابتدایی و متوسطه ایفا کردند. رادیو NPR در گزارش اعلام کرد که سید حسن قزوینی و شیخ داوود ولید مخاطبان زیادی از معترضان مسلمان و مسیحی را برای رد درج محتوای غیر اخلاقی سازماندهی کردند. این گزارش افزود معترضان تابلوهایی را حمل می کردند که روی آن نوشته شده کتابهای کثیف خود را در کمد نگه دارید و از مراقبت از فرزندان ما دست بردارید. از سوی دیگر خبرگزاری خاورمیانه آزاد به نقل از سید حسن قزوینی نوشت کتابخانه های مدارس دربون در حال ترویج موضوعات غیر اخلاقی هستند. وی افزود ما نمی خواهیم این نوع کتاب در مدارس فرزندانمان وجود داشته باشد. ما باید از آنها محافظت کنیم و اطمینان حاصل کنیم که از نظر جسمی، روحی و اخلاقی محافظت می شوند. در همین حال برخی دیگر از جامعه محافظه‌کار مسیحی و یهودی خواستار پیوستن به کمپین ترویج علیه محتوای ناشایست در برنامه‌های درسی مدارس شده اند. شیخ یاسر قاضی دیگر فعال در این زمینه در این باره گفت مسیحیان و یهودیان محافظه‌کار باید بدانند که مسلمانان در آرزوی جامعه‌ای پاکتر و از نظر اخلاقی درست‌تر و متحدان یکدیگر هستند. فاطمه موسوی، اخبار شیعه. We'll be right back.